بررسی فوت مرحوم ستار بهشتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به پیوست گزارش تهیه شده در کمیسیون جهت استحضار و قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی ایفاد می‌گردد. این صدای حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که گزارش این کمیسیون درباره علت مرگ ستار بهشتی به بلاگ نویس ناراضی در زندان را خواند. به همه چیز پرداخت الا علت مرگ. ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس ناراضی بود که از بازداشت تا مرگ او تنها 4 روز طول کشید. 9 آبان بازداشت شد و 13 آبان در بازداشتگاه فوت کرد. سه‌شنبه دیگر کشترش برای من آوردن. کفنش خونی بود، سرش خونی بود. پلیس ابتدا مرگ او را عادی جلوه داد، اما با فشار افکار عمومی و پیگیری برخی نمایندگان مجلس، قوه قضاییه ایران تایید کرد که ستار بهشتی شکنجه شده است. در 5 جا تقریبا نوشتن که علامت کبودی وجود داره. 2 ماه از مرگ ستار بهشتی گذشته و بعد از مدت‌ها تأخیر، بالاخره امروز گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی قرائت شد. سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفا از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. در این گزارش اشاره شده است به اینکه بازجوها ستار بهشتی را کتک زدند. با این حال در این گزارش دلیل مرگ ذکر نشده. همین موضوع اعتراض برخی نمایندگان را در پی داشت. محمد حسن آصفری، محمد رضا تابش، مهدی دواتگری و علی مطهری به حسب 1 پاراگراف از این گزارش اعتراض دارند که دلیل مرگ ستار بهشتی را شرط داده بود. علی مطهری پیش از این از وزیر کشور و رئیس پلیس ایران خواستار شد که از خانواده ستار بهشتی عذرخواهی کنند. او امروز طرح سوال از وزیر کشور در مورد علت مرگ این وبلاگ نویس را ارائه داد. همچنین نمایندگان منتقد میگویند گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره داشتن حکم بازداشت ستار بهشتی توسط ماموران درست نیست. مادرم میگه مجوز شما دارید؟ برمیگرده طرف اسلحه‌شو نشونه مادر من میده. پیش از این برخی چهره‌های سیاسی داخل زندان در نامه‌ای گواهی دادند که ستار بهشتی به خاطر شکنجه جان داده است. قوه قضاییه ایران تایید کرده که ماموران متخلف در پرونده ستار بهشتی بازداشت شدند، اما هنوز حکمی درباره آنها صادر نشده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.